زندگی با شوهر قرقرو میتونه برای هر زنی عذاب‌آور باشه. او در برابر هر رفتاری که مطابق میلش نباشه و به خاطر هر اختلاف نظر کوچیکی به سرعت قهر میکنه. احتمالاً شما گاهی حتی نمیدونید علت اصلی ناراحتی قرقرون چی هستش. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنون هستم از کامنت های زیباتون و ازتون میخوام قبل از شروع ویدیو ساب و زنگوله رو بزنید تا بتونید مطالب مفید بعدی رو هم شما ببینید و همینطور من بتونم مطالب مفید و کاربردی رو در اختیارتون بذارم. قهر کردن زیاد مرد میتونه دلایل متعددی رو داشته باشه، اما اصلی ترین دلایل رو میتونیم در همین مواردی که براتون میخوام توضیح بدم خلاصه بکنیم و همینطور چندین راهکار رو برای این مشکل به شما پیشنهاد میکنم. نداشتن مهارت‌های ارتباطی کافی. گاهی اوقات دلیل اصلی عصبانیت شوهرتون مشخص نیست، اما این عصبانیت میتونه نتیجه ناامیدی از مسائل کوچیک باشه. یکی از دلایل قهر کردن زیاد همسرتون میتونه این باشه که او بیشتر به دنبال آرامش هست تا داشتن یک رابطه واقعی. احتمالاً او فکر میکنه که ابزار مخالفت یا ناامیدی نیازمند یک مجادله و دعوا هستش. بنابراین من از شما میخوام حتما دوری کنید از این قضیه. او متاسفانه راه اشتباهی رو برای آرامش انتخاب کرده. اما نکته مهم این هست که قهر کردن روش سالمی برای نشون دادن ناراحتی نیستش. با شوهر قهرقرو چه کار کنیم؟ چطوری رفتار کنیم؟ در مورد دلیل ناراحتیش سوال کنید. با شوهرتون صحبت بکنید و دلیل ناراحتیش رو بفهمید. به تون صداش و زبان بدنش توجه بکنید و از در نگرانی و اهمیت دادن وارد بشید. خودتون رو عصبی و آماده مجادله نکنید. حساسیت هاش رو بشناسید. خوب فکر کنید و زمانهایی که شوهرتون رنجیده میشه و با شما قهر میکنه رو مرور کنید. دلیل آزردگی او رو نسبت به خودتون متوجه بشید. این دلیل امکان داره برای شما خیلی پیچ و پا افتاده و غیر منطقی باشه، اما به هر حال میتونه نشونه هایی رو در اختیار شما قرار بده. برای مثال ممکن هستش که او یک بار به خاطر اینکه در جمع با اون شوخی کردید قهر کرده باشه و بار دیگه به خاطر اینکه در مهمانی اخیر سرگرم صحبت بودید و اشاره اون رو متوجه نشدید برای برگشت به خونه اون با شما قهر کرده باشه. هرچند شما قصد رنجوندن اون رو نداشتید، اما این نشون میده که اون نیاز داره که در جمع شما به اون اهمیت بدید. این کارو بکنید عزیزای من. یه کاری که خیلی ساده هست باعث میشه که شما در رابطتون هم محکمتر بشه و ارتباط خوبی رو با همسرتون به وجود بیارید. روی ویژگی های مثبت رابطه خودتون با همسرتون تمرکز کنید. وقتی شوهرتون زیاد قهر میکنه و زود ناراحت میشه، طبیعتاً یکی از افکاری که به ذهن شما خطور میکنه این هست که شوهرتون بیش از حد حساس هستش. اگرچه این یه تفکر درستی میتونه باشه، اما لازم هست به این نکته توجه داشته باشید که هیچ کس کامل و بدون نقص نیست و مسلماً هر فردی در کنار ویژگی‌های مثبت شخصیتی نقاط منفی رو هم داره. پس به جای اینکه به صفات قهر بودنش و حساس بودن شوهرتون تمرکز کنید، سعی کنید ویژگی‌های مثبت و دوست داشتنی اون رو تمرکز کنید و از افکار منفی هم فاصله بگیرید. طبق قانون جذب هر چقدر در زندگیتون مثبت نگر باشید، نقاط مثبت طرف مقابل رو بیشتر می‌بینید و اون رو هم تشویق می‌کنید و باعث میشه زندگیتون هم گرمتر بشه. او رو تحقیر نکنید.
اگرچه ممکن هست مدام قهر کردن شوهرتون شما را عصبی بکنه، اما توجه کنید که این موضوع نباید باعث بشه که شما متقابلا واکنش ناسالمی نشون بدید و او رو با الفاظ تحقیرآمیز خطاب قرار بدید. به طور مثال، تو همیشه قرقروه بودی، و یا تو اصلا مثل بچه ها همیشه قهر میکنی. هرگز از این کلمات یا جمله ها استفاده نکن عزیزم، چون هیچ کمکی به رابطه زناشویی یا ارتباط عاطفی شما نمی کنه. روش درست صحبت کردن با شوهرتون رو کشف کنید. شما می تونید صراحتاً و با خوشرویی بگید: فکر می کنم از چیزی شما ناراحت شدی، می خوای در موردش صحبت کنیم؟ اگر شوهرتون گفت ناراحتی اون از طرف شماست، حالت دفاعی به خودتون نگیرید. سعی کنید مسئله رو متوجه بشید. اما اگر باز هم به شما بی‌محلی کرد و با سکوت پاسخ داد، میتونید بگید: هر موقع آمادگی داشتی به هم اطلاع بده تا در موردش با هم صحبت کنیم. و او در مقابل کاری که می انجام میده و فکری که میکنه مسئول هستش. با این کار شما ضمن اینکه نشون دادید نسبت به ناراحتی اون بی توجه نیستید، مسئولیت یا منت شروع مجدد مکالمه رو به خودش واگذار کردید و لازم نیست نگران نحوه آشتی کردن بین خودتون باشید. در انتها، اگر شوهر شما قهرو هستش و زود قهر میکنه، در مورد دلیل ناراحتیش سوال کنید. حساسیت‌هاش رو بشناسید. اون رو برای افزایش مهارت ارتباطیش تشویقش کنید. از شوخ‌طبعی برای مثبت شدن فضا در هنگام بروز اختلاف کمک بگیرید. طرف مقابلتون رو به خاطر حساس بودن و قهر بودن سرزنش نکنید و با الفاظ نامناسب خطابشون نکنید. شنونده خوبی باشید و شوهرتون رو تشویق کنید. انتظارات خودش رو به صراحت بیان بکنه و نهایتاً سعی کنید بیشتر بر ویژگی‌های مثبت و رابطه خوب با همسرتون تمرکز کنید. خوشحال هستم که تا انتهای ویدیو رو با من همراه بودید. پس لطفاً ساب، لایک و زنگوله حتماً انجام بدید و حمایت کنید. مشتاقانه منتظر شما در ویدیوهای آینده هستم. خدا حافظ همه شما.